3، 2، 1 در کشور اکوادور به شما خوش آمد میگم. اینجا مرکز دنیاست، جایی که زمین به دو نیم کره شمالی جنوبی تقسیم میشه. خط استوایی که توی جغرافی مدرسه خوندیم اینه و بنابراین یه پای من تو نیم کره شمالیه، یه پام تو نیم کره جنوبی. برادران امیدوار را دو تن از پیشگامان جهانگردی معاصر در ایران می‌دانند. عبدالله و عیسی امیدوار 69 سال قبل سفرهای خود به 5 قاره دنیا را آغاز کردند و حالا از آن دو برادر یک تن به سفر ابدی رفته است. آنها در نخستین تجربه خود که 7 سال طول کشید با موتورسیکلتی که روی گلگیر چرخ جلوی آن شعار همه متفاوت همه خویشاوند نوشته شده بود به قاره آمریکا و قطب‌های جنوب و شمال رفتند و در این سفر افغانستان، پاکستان، هند، تبت، آسیای جنوب شرقی و استرالیا را دیدند و سپس از اقیانوس آرام به سمت آلاسکا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی رفتند و آن سوی دماغه هورن قطب جنوب قرار دارند. و قاره قطب جنوب سرزمین گسترده و منجمدی است که با چهره عبوس و خشمگین از ماجراجویان استقبال میکند. در آنجا بومیان سرخپوست عقب افتاده میابیم که هنوز مانند اجدادشان به صورت ابتدایی در میان جنگل ها زندگی میکنند و به واسطه عدم ارتباط با جوامع دیگر اصالت نژاد و آداب و سنن خود را حفظ کردند. این دو برادر با عبور از اقیانوس اطلس وارد اروپا شدند و مدت کوتاهی آنجا اقامت کردند تا با انتشار مقالات پژوهشی مربوط به سفرهایشان و مصاحبه با رسانه‌ها منابع مالی مورد نیاز برای مرحله دوم سفر را تأمین کنند. سفیدپوستان، سرخپوستان و سیاهپوستان 250 میلیون نفر جمعیت آمریکای لاتینند که با سرعت در حال تکثیر و در حال تولید اشکالند. 250 میلیون دهان مثل 250 میلیون اژدها منابع غذایی را می‌بلعند. برادران امیدوار در سال 1340 به ایران برگشتند و 3 ماه بعد مرحله دوم سفرهای خود را به سمت کویت، عربستان و آفریقا آغاز کردند. آنها در این سفر 3 ساله از خودرویی که در پایان سفر قبلیشان در فرانسه هدیه گرفته بودند استفاده کردند. ولی بابا ما اومدیم آمریکای لاتین رو تماشا کنیم، نیومدیم سر کلاس درس، که بهتره بریم مکزیک و از دهن پترو وارگاس خواننده مشهور مکزیکی یک آواز بشنویم. برو ببینم. یلا یلا هی برو. سفرهای عیسی و عبدالله سال 1343 تمام شد و آنها بعد از 10 سال از یکدیگر جدا شدند. عبدالله به شیلی رفت و به فعالیت‌های سینمایی پرداخت، اما برادر بزرگتر عیسی پس از پایان سفرها به ایران برگشت. سالها پس از ماجراجویی‌های این دو، موزه برادران امیدوار در یکی از بناهای شمالی مجموعه کاخ‌های سعدآباد در سال 1381 افتتاح و کتابی هم با نام سفرنامه برادران امیدوار منتشر شد. اکنون بعد از گذشت 58 سال از پایان آن سفرها، مرکز فرهنگی لاموندا که عبدالله امیدوار یکی از بنیانگذاران آن در شیلی بود، از درگذشت او خبر داده است. در بیانیه‌ای که این مرکز بامداد 24 تیر ماه منتشر کرد، نوشته عبدالله امیدوار تهیه کننده و فیلمسازی بود که به بیش از 100 کشور جهان سفر کرد و بیش از 120 فیلم مستند ساخت. او در 89 سالگی درگذشت و ما امروز با نمادی از سینمای شیلی خداحافظی می‌کنیم.